قدرت خواندن، مطالعه و گوش کردن به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در بخش های گذشته شاید به خواندن یا مطالعه و همچنین گوش کردن و تاثیر اونها بر پروسه یادگیری اشاره شده باشه اما در این درس میخواهیم کمی بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم به عقیده محققین و اساتید آموزش و فراگیری زبان مثل آقای دکتر استیفن کراشن و آقای استیف کافمن و غیره و غیره نقش ورودی در فرایند یادگیری بسیار مهم و حائز اهمیته منظور اصلی در یادگیری از طریق ورودی و در یادگیری زبان و یادگیری مطالب مربوط به زبان رو میشه در خوندن و شنیدن خلاصه کرد البته ورودی از طریق دیدن هم مهمه اما از این لحاظ که دیدن مطالب و گذروندن مطالب از جلوی چشم به تنهایی در مورد فراگیری زبان اثر زیادی نداره منظور از ورودی دیدن نیست و منظور اصلی خوندن و شنیدن و بازگو کردن. بر اساس روش های به دست آمده از تحقیقاتی که دکتر کراشن بر روی زبان آموزان در کشورهای مختلف و در بازه های زمانی مختلف و بر روی گروه های سنی مختلف و در طول مدت زمان های مختلف انجام دادن و نتایج عالی و قابل توجهی به دست اومده یکی از تکنیک های بسیار تأثیرگذار و مفید در جهت فراگیری زبان فراگیری از طریق ورودی به ویژه خوندن و مطالعه مطالب و گوش کردن و فراگیری با استفاده از قوای ورودیه و البته خوندن و مطالعه مطالب و شنیدن مطالبی که برای زبان آموزان دلچسب و لذت بخش باشه پس نتیجه میگیریم که در حقیقت تکنیک و نکته اصلی در بحث فراگیری زبان از راه خوندن و مطالعه در اینه که مطالعه ای که به منظور فراگیری مؤثر زبان قرار انتخاب بشه بایستی برای خواننده و زبان آموز دلچسب و خوشایند باشه تکنیک و نکته کلیدی دیگه در فراگیری از رهگذر مطالعه و شنیدن اینه که مطالب و منابع مورد مطالعه نباید به قدری سخت باشن که در حین خوندن زبان آموز چیزی از مطالب متوجه نشه به عبارت دیگه مطالب باید به نحوی باشه که تا 60 تا 70 درصد از موضوع کاملا برای شما قابل درک باشه بقیه 30 تا 40 درصد غیر قابل درک برای شما از بافت متن و موضوع براتون قابل حدس و قابل درک خواهد بود نیازی نیست که نگران اون سی تا 40 درصد باشید این تجزیه تحلیل و درک سی تا 40 درصدی به طور اتوماتیک توان ادراک مغز شما رو برای فهم زبان و همچنین انگلیسی بالا خواهد برد یکی از روش های قدیمی خوندن روشی است که بر تحلیل ساختار گرامری جملات و ترکیب جملات استواره منظور از خوندن در روش خوندن دکتر کراشن این روش قدیمی نیست به عبارتی دیگه لزومی نداره که در منابع مورد مطالعتون به دنبال تحلیل جملات و ساختار گرامری باشین بلکه همون منابع قدیمی و همیشگی رو میتونید با رویکرد دیگه و از دیدگاه خوندن و لذت بردن مورد توجه قرار بدید البته اگر با دید قبلیتون را بدون انگیزه و بدون روحیه بالا و بدون توجه به تکنیک هایی که تا گفته شده به منابع مورد مطالعه قبلی نگاه بکنید شاید براتون خسته کننده باشه اما از دید کسی که انگیزه بالا در فراگیری داره و با پیروی از تکنیک هایی گفته شده قصد خوندن و مطالعه همون منابع رو داره اگر توجه کنید خواهید دید که مرور و مطالعه منابع قبلی دیگه براتون دشوار و خسته کننده و بینتیجه نخواهد بود کافیه که از دیدگاه لذت بخش بودن مطالب به اونها نگاه بکنید اگه بازم مطالب براتون دلچسب نیست مطالب مورد مطالعهتون رو تغییر بدید بیشتر از ریک های بیابون مطالب مربوط به انگلیسی مرتبط و نامرتبط با رشته شما و مطالب مورد علاقتون وجود داره کافیه که سری به اینترنت بزنید و یا در اولین کتاب فروشی به دنبال کتاب نوشته شده به انگلیسی در مورد مطالب مورد علاقتون بگردید. یکی از منابعی که میتونید در ابتدا از اونها شروع کنید کتاب های داستان انگلیسی هستند. کتاب های داستانی که برای کودک ها و نوجوانان نوشته شدن. مطالعه این نوع کتاب ها علاوه بر این که دلچسب و لذت بخش هستند از اونجایی که ساختار گرامری ساده ای دارند و همچنین لغات ساده ای در اونها به کار رفته بسیار در جهت فراگیری تو موثر و مفید خواهند بود. از رهگذر فراگیری با روش مطالعه و خوندن نه تنها قوای خوندن و ریدینگ شما بالا خواهد رفت بلکه دامن معنی هم تقویت خواهد شد از اونجایی که ممکنه معنی کلمه جدیدی که با اون مواجه میشید براتون ناآشنا باشه و با توجه به تکرار اون کلمه در متن مورد مطالعتون اون هم در موقعیت‌های مختلف درک درستی از معنی و مفهوم اون کلمه جدید خواهید یافت تکرار چند باره از طرفی و یادگیری لغت با تکیه بر عبارت‌های به کار رفته اون لغت از طرف دیگه باعث خواهد شد که اون لغت به صورت بلند مدت در ذهنتون حک بشه و اون لغت رو به صورت عمیق فرا بگیرید یکی از مزایای جالب دیگر تکنیک فراگیری از رهگذر مطالعه و خوندن در اینه که شما به طور ناخودآگاه و اتوماتیک در حال تقویت گرامرتون هم خواهید بود و این یک موضوع کاملا خودکاره و نیاز نیست که شما انرژی جداگونه ای رو برای فراگیری گرامر صرف بکنید فراگیری اتوماتیک و پیشرفت از رهگذر خوندن و مطالعه در نگارش و رایتینگ شما نیز موثر خواهد بود و توانمندی شما را در نگارش هم به صورت اتوماتیک بالا خواهد برد باز هم یادآوری میشه که فراگیری از رهگذر خوندن و مطالعه از راه تحلیل و بررسی ساختار و ترکیب جملات به منظور یادگیری گرامر نیست و دقت کنید که دچار این اشتباه نشید علاوه بر این یادگیری لغات از رهگذر خوندن و مطالعه نیز از راه حفظ لغات صورت نمیگیره و همونطور که گفتیم یادگیری لغات به شکل استفامی در ذهن شما حک خواهند شد و به یاد داشته باشید که این روش یکی از بهترین روش های یادگیری لغاته یادگیری لغات با عبارت ها و جملاتی که اون لغت در اون جملات و عبارت ها به کار رفته و جالبه بدونید که یکی از موارد مطالعاتی دکتر کرشن تحقیق و مقایسه دو دسته از زبان آموزان بوده دسته اول زبان آموزانی که لغات رو با استفاده از حفظ خود لغت انجام دادند و دسته دیگه لغات رو با استفاده از تکنیک یادگیری لغات با عبارت ها و جملات نتیجه همونطور که حدس میزنید مشخصه زبان آموزانی که با تکنیک یادگیری لغات با استفاده از جملات و عبارتها لغتها را یاد گرفته بودند بسیار بهتر لغات رو فهمیده و درک کرده بودند و بهتر از لغات میتونستند در نوشتار و در صحبت کردن استفاده بکنند و لغات برای مدت زمان طولانیتری در ذهن اونا موندگار شده بود حال به نظر شما کدوم دست از افراد لغات رو بهتر، موثرتر و ماندگارتر فرا میگیرد؟ البته که پاسخ صحیح سوال مطالعه کنندگانه. اون هم مطالعه کنندگانی که برای تفریح و لذت مطالعه میکنن و منابع مورد مطالعهشون نیز منابع آسان و قابل فهم و مورد علاقه شونه. اون دسته از زبان آموزانی که به صورت آزاد مطالعه میکنن و منابع دلچسپ مورد و مورد علاقه شون و مورد مطالعه قرار میدن، دامنه لغات بیشتری رو نسبت به کسانی که صرفا به دنبال حفظ کردن لغات هستن میدونن و بهتر از اون لغات استفاده میکنن همچنین همین یک سر و گردن بالاتر بودن در مورد خوندن اونها و نوشتن و گرامرشون هم صادقه البته این بهتر خوندن و بهتر نوشتن و بهتر صحبت کردن غیر از انگلیسی و یا هر زبان دیگری در فارسی نیز صادقه کسانی که مطالعه بیشتری دارند بهتر می نویسند، بهتر می خونن, بهتر صحبت می کنند و از ره گذر این بهتر بودن اعتماد به نفس بیشتری نیز دارند. کافی نگاهی به اطراف خودتون بیاندازید تا بتونید چند نمونه از این افراد رو پیدا بکنید. دکتر کراشن بر این باوره که زبان آموزانی که صرفاً از مطالعه و خوندن منابع ساده شروع کنند روز به روز با پیشرفت بیشتر میتونن منابع به نظر مشکلتر رو به راحتی بفهمند بخونند و از اونها استفاده بکنند نکته جالبتر این که دکتر کراشر معتقده تنها با تکیه بر این نوع خواندن بدون نیاز به حضور در کلاس های زبان و بدون استاد و حتی بدون شخصی که بشه با اون به اون زبان مورد نظر صحبت کرد میشه به پیشرفت اعجاب انگیزی در زبان دوم رسید حقیقت اینجاست که وقتی مطالعه میکنیم مغز ما راهی ندارد جز اینکه دانش ما رو بالا ببره این مطالعه کنندگان هستند که به طور اتوماتیک و ناخودآگاه خوب میتونن بخونن خوب بنویسن و خوب صحبت کنند یک حقیقت دیگه اینکه در بحث یادگیری و پروسه یادگیری مرسوم و سنتی و را و اتفاقاتی که در این وادی رخ میده ما با حرکت در خلاف جهت عکس مغز خودمون سعی داریم زبان فرا بگیریم به عبارتی دیگه در روش مرسوم و سنتی ما گمان میکنیم که ابتدا باید تا یک حد قابل قبولی به زبان و همچنین به مهارت های خوندن و نوشتن و گوش کردن و صحبت کردن مسلط بشیم و سپس شروع کنیم به استفاده از این مهارت ها در زبان اما این نگرش و این روش کاملا در تضاد با روش کار مغز ماست مغز ما در کنار فراگیری یک توانمندی جدید و هرچند اندک علاقمند و سعی خواهد داشت که از اون توانمندی بهره ببره و از اون توانمندی استفاده بکنه نتیجه همراهی و حرکت در جهت حرکت مغزمون نتیجه بس شگرف در فراگیری خواهد داشت البته این روش ممکنه کمی یا به طور کلی مخالف با روشهایی که ما تا به حال از اونها استفاده کردیم باشه و توجه داشته باشید که تا کنون با چه سختی زبان یاد گرفتیم و چه سری فراموش کردیم دوست عزیزم بر توبات خواندن و مطالعه و همچنین در کنار خواندن و مطالعه مطالب دلچسب گوش کردن نیز بسیار مهمه در ابتدا گوش کردن به مطالب ساده و قابل فهم همون گونه که گفتیم سعی کنید مطالب براتون 60 تا 70 درصد قابل درک باشه بقیه سی تا چهل درصد رو با کمی دقت و مراجعه به متن و با توجه به بافت متن متوجه خواهید شد البته که با یه سی از تکنیک های گفته شده تا این درس و تکنیک های آینده پیروی بکنید که با کمترین تلاش و بیشترین سرعت به نتیجه دلخواهتون برسید گفتیم که گوش کردن در کنار خوندن و مطالعه مطالب دلچسب بسیار مؤثر خواهد بود البته تکنیک تکرار و تکرار و یادگیری عمیق رو فراموش نکنید و توجه بکنید که خوندن هاتون و گوش کردن هاتون با انگیزه بالا و با تکرارهای بسیار باید باشه جای خوشحالی این که در این تکنیک شما در حال مطالعه و تکرارهای مداوم موضوع مورد علاقتون هستین و در ضمن بدون اینکه توجهی به ساختار گرامری جملات و ترکیب جملات داشته باشید در حال تمرین و برنامه ریزی مغزتون برای استفاده های ناخودآگاه بعدی از گرامر هستید همینطور این موضوع در مورد دامنه لغات شما هم صادقه با پیروی از تکنیک مطالعه و خوندن به همراه گوش کردن های بسیار میتونید گرامر خودتون رو هم تقویت کنید و این یک حقیقتی که به اثبات رسیده حقیقت اینجاست که مغز ما شبیه به یک ماشین عمل خواهد کرد و در مقابل یک سری ورودی به ما خروجی پردازش شده خواهد داد. لازمه که بدونیم و قدرت ورودی که همون خوندن و شنیدن رو دست کم نگیریم. زبان رو با چشم هاتون خوندن و مطالعه با صدای رسا و گوش هاتون شنیدن فرا بگیرید و طبیعتا گوش کردن و خواندن مطالب دلچسب ورودی هایی است که مغز شما از اونها استقبال خواهد کرد و به اونها رو خواهد پذیرفت. و این از قدرت نهفته در مطالعه و گوش کردن مطالب دلچسب و مورد علاقه شاید یه سوال در ذهن شما نقش ببنده و اون سوال اینکه چگونه مطالبی و چگونه کتابهایی برای شروع مفید و موثر خواهند بود در ابتدا از کتاب ها و مطالب شروع کنید که برای خوندن و شنیدن و اونها ترجیحاً به دیکشنری نیاز پیدا نکنید مطالب ساده مفید خواهند بود همچنین کتاب های داستان نوشته شده برای رده سنی کودکان و نوجوانان بسیار مفیدند شاید پیش خودتون مغرور بشید و با خودتون فکر کنید که این کتابها برای من کمی سطح پایین هست. اما در یادگیری جای غروری وجود نداره کافیه که کمی از سطح پایین اما عمیق شروع کنید و عمیق فرا بگیرید و اشتباهات قبلی رو جبران بکنید البته که یادگیری زبان به دیکشنری اون زبان نیاز خواهد داشت و این یک امر بدیهیه اما نکته کلیدی اینجاست که در مواجهه با کلمات جدید کافیه که با توجه به بافت متن مورد مطالعه و مطالب شنیداریتون معنی و مفهوم و لغت جدید رو حدس بزنید از اونجایی که اون کلمه به احتمال بسیار زیاد باز هم در متن و در جای دیگه و در جمله دیگه تکرار خواهد شد معنی و مفهوم بهتری به دست خواهید آورد پس نکته کلیدی اینجاست مراجعه به دیکشنری برای معنی لغات رو در مرحله آخر قرار بدید البته اگر کمی صبور باشید شاید برای اکثر لغات نیازی به دیکشنری هم پیدا نکنید معمولا کتاب های داستانی که به زبان انگلیسی وجود دارند دارای فایل های صوتی هم هستند که برای تمرین شنیداریتون میتونید از اون را استفاده بکنید البته فراگیری عمیق رو فراموش نکنید که بسیار بسیار مهمه. یه تکنیک دیگه در مطالعه مطالب اینه که میتونید در خلال مطالعه متن و مطالب متن رو در ذهنتون مجسم کنید. از متن سوال در بیارید و جملات سوالی بنویسید و با توجه به اطلاعات متن به سوالات پاسخ بدید و پاسخ سوالات رو نیز بنویسید حالا یک مطلب جدید برای مطالعه ساختید سوالاتی که خودتون ایجاد کردید و پاسخ دادید با گذشت زمان و تمرین خوندن و گوش کردن های مداوم و همچنین پیشرفت تدریجی اما مداوم بدون شک به جایی خواهید رسید که منابع مورد مطالعه و شنیداری شما همون منابعی خواهند بود که یک انگلیسی زبان مطالعه میکنه و گوش میده. امیدوارم که تکنیک هایی که در این بخش گفته شد در فرایند یادگیری شما موثر و مفید باشه. شادکام و پیروز باشید.